لاقا فصل 13 در همان انگام عده‌ای در آنجا حضور داشتند که داستان جلیلیان را که پیلاتوس خونشان را با قربانی‌هایشان درآمیخته بود ذکر کردند. عیسی با آنان جواب داد: آیا تصور می‌کنید این جلیلیان که دچار آن سرنوشت شدند از دیگر جلیلیان خطاکارتر بودند؟ یقیناً نخیر. اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. و یا آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برج در سیلوها کشته شدند، خیال میکنید که از دیگر مردمانی که در اورشلیم زندگی میکردند گناهکارتر بودند؟ نخیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت: مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت و برای چیدن میوه به آنجا رفت ولی چیزی پیدا نکرد. پس به باغبان گفت: ببین، حالا 3 سال است که من میایم و در این درخت دنبال میوه میگردم ولی چیزی پیدا نکردم. آن را ببر، چرا به سبب زمین را اشغال کند؟ اما او جواب داد: ارباب، این 1 سال هم بگذار بماند تا من دورش را بکنم و کود بریزم. اگر در موسم آینده میوه آورد چه بهتر، و اگر نه امر کن تا آن را ببرند. یک روز سبت عیسی در کنیسه به تعلیم مشغول بود. در آنجا زنی حضور داشت که روح ناپاک او را مدت 18 سال رنجور کرده بود. پشتش خمیده شده بود و نمی توانست راست بیستد. وقت عیسی او را دید به او فرمود: ای زن، تو از بیماری خود شفا یافتی. بعد دستهای خود را بر او گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شکرگزاری پروردگار پرداخت. اما در عوض سرپرست کنیسه از اینکه عیسی در روز سبت شفا داده بود دلگیر شد و به جماعت گفت: 6 روز تعیین شده است که باید کار کرد. در یکی از آن روزها بیایید و شفا بیابید، نه در روز سبت. عیسی خداوند در جواب او فرمود: ای منافقان، آیا کسی در میان شما پیدا می شود که در روز سبت گاو یا الاغ خود را از آخر باز نکند و برای آب دادن بیرون نبرد؟ پس چه عیب دارد اگر این زن که دختر ابراهیم است و 18 سال گرفتار شیطان بود در روز سبت از این بندها آزاد شود؟ وقت عیسی این سخنان را فرمود مخالفان او خجل گشتند، در حالی که عموم مردم از اعمال شگفت‌انگیزی که انجام می داد خوشحال بودند. عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود: پادشاهی خدا مانند چیست؟ آن را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند دانه اوری است که شخص آن را در باغ خود کاشت. آن دانه رشد کرد و درخت شد و پرندگان آمدند و در میان شاخه هایش آشیانه گرفتند. باز فرمود: پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم؟ مانند خمیر مایه است که زن آن را با 3 پیمانه آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر برسد. عیسی به سفر خود در شهرها و دهات ادامه داد و در حالی که به سوی اورشلیم می رفت به مردم تعلیم می داد. شخصی از او پرسید: ای آقا، آیا فقط عده کمی نجات می یابند؟ عیسی به ایشان گفت: سخت بکوشید تا خود را به داخل دروازه تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. بعد از آن که صاحب خانه برخیزد و در را قفل کند، شما خود را بیرون خواهید دید و در آن موقع در را میکوبید و میگویید: ای آقا، اجازه بفرما به داخل بیاییم. اما جواب او فقط این خواهد بود: من نمیدانم شما از کجا آمده اید. بعد شما خواهید گفت: ما با تو سر یک دسترخوان خوردیم و نوشیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم می دادی. اما او باز به شما خواهد گفت: نمی دانم شما از کجا آمده اید، ای بدکاران، همه از پیش چشم من دور شوید. در آن زمان شما که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام پیامبران را در پادشاهی خدا می بینید، در حالی که خودتان محروم هستید، چقدر گریه خواهید کرد و دندان بر دندان خواهید فشارد. مردم از مشرق و مغرب
و شمال و جنوب خواهند آمد و در پادشاهی خدا بر سر دسترخوان خواهند نشست. آره، آنان که اکنون آخرین هستند اولین و آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند بود. در آن موقع عده‌ای از پیروان فرقه فریسی پیش او آمدند و گفتند: اینجا را ترک کن و به جای دیگر برو، هیرودیس قصد جان تو را دارد. عیسی جواب داد: بروید و به آن روبا بگویید من امروز و فردا ارواح ناپاک را بیرون می رانم و شفا می دهم و در روز سوم به هدف خود می رسم، اما باید امروز و فردا و پس فردا و سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که پیامبر در جای جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهر که پیامبران را میکشی و آنانی را که پیش تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی. چه بسیار آرزو داشتم مانند مرغی که چوچه های خود را زیر پر و بالش میگیرد فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما نخواستی. و شما میگویم که خانه شما و ایران به شما واگذار خواهد شد، و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند می آید.